إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران عزيز وخواهران گرانقدر بسلسلة خطبه‌های در أسماء الله الحسنى امروز نوبت میرسد به یکی از نام‌های الله که الرحیم است. الله متعال می فرماید که ان الله کان علیکم رقیبا. علما و مفسرین در صفت رقیب الله متعال میگن که الرقیب هو الذی یطلع علی شیء. رقیب او ذاتی هست که مطلع هست و آگاه هست بر تمامی امور. ولا يخفى عليه شيء منه. هیچ چیزی به نزد الله مخفی نمیماند. عالم دیگه میگه که الرقیب هو الذی احاط سمعه بجميع المسموعات. وقتی شما یک نام از نام های الله را که الرقیب است ایره دانستین و ایره بفهمین که کسی است الرقیب که او تمام آن چیزی که مسموعات هست همه اینا را میشنوم و تمام آن چی که هست او را میبینم و علم از او به تمام آن چی که هست احاطه کرده، چی جلی باشه آشکار باشه و چی خفی باشه. و یعلم ما توسوس به النفوس و ذاتی هست که آن چی که در قلب شما میگذره حتی که به زبان هم نیاورده باشین او را خالق متعال و ذات رقیب میفهمم. علامه ابن قیم رحمه الله میگه که و هو الرقیب على الخواطر واللواحظ کیف بالافعال بالارکان. میگه رقیب ذاتی هست که اگر در قلبتان یک چیز خطور میکنه و یک چیزی در ذهن شما میگذره او را او عالم است و میفهمه و او را مراقبت میکنه. پس چیگونه به افعال و اگر یک فعل را انجام میتین و یا یک عمل را شما انجام میتین، یعنی وقتی که خالق متعال عقیده داشتی که او رقیب هست تمام سرائر قلبت را درک میکنه، پس او تمامی آنچه که تو از اعمال که داری همه از او را مراقبت میکنن. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. الله متعال او ذات رقیبی هست که وقتی یک برگ از درخت به زمین میفته او را میدانه. ولا حبة في ظلمات الارض. و اگر یک دانه در تاریکی ها و در ظلمات ارض، یعنی در بطن زمین، در جایی که چشم موتور دیده نمیتانه، او خالق متعال از حالت از او آگاه هست. ولا رطب ولا یابس. هیچ چیز تر یا خشک نیست الا فی کتاب مبین، مگر در کتابی که او آوازه و آشکار است ذکر از او رفته است. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. عقیده داشته باشین. آیات قرآن است که الله متعال میگه که یقین داشته باشین که الله لا يخفى عليه شيء، هیچ چیز مخفی از او نمیمانه. في الارض ولا في السماء، نه در زمین و نه هم در آسمان. يعلم، الله میداند. ما تسره الان فی سریرتک.
آن چیزی را که تو در مخفی انجام میدی. و من به جوارک لا یعلم ذلک، میگه حتی یک کار را میکنی که در پالوی تو هست یک انسان او نمیدانه، لیکن الله متعال عالم الغیب است، با علم خود هر آنچه که تو انجام میدی او را میبینه و او را میفهمه. یعلم ما ینتوی علیه قلبک بعد مئت عام، آن چیزی که در قلب تو صد سال بعد خطور خواهد کرد الله ذات رقیب است و عالم الغیب است، او را میدانه. و انت لا تعلم ما ینتوی علیه قلبک بعد دقائق او ساعات، در حالی که خودت نمیفهمی که چند دقیقه بعد در قلب ما کدام گپ ها میگرده، لیکن خالق متعال صدها سال بعد از او را میداند. انه العلم الكامل، العلم الكامل المطلق، الله متعال علمش کامل است و مطلق است. علم الله السميع العليم، العليم الخبير، علم الذات است که او سميع و عليم و خبير است. يعلم ما تسرون و ما تعلنون، ذات است که میدانه آنچه را که شما به مخفی انجام میتین و آنچه را که علنی و آشکار انجام میتین. یعلم خائنت الاعین و ما تخفی الصدور، حتی اگر یک کسی با چشم خود یک خیانت میکنه، یک حرکت عادی را میکنه، الله متعال او را میبینه و میدانه و میفهمه. هو الذی یرا دبیب الذر فی الظلمات فوق سم الصخر، ذاتی هست که یک جنبنده سیاه کوچک را در یک سنگ سیاه در شبهای تاریک میفهمه. و سامع للجهر والاخفات، و خالق هست که آنچه که به جهر گفته میشه و آنچه که مخفی گفته میشه. به سمع الواسع للاصوات، و علمه بما بدا و ما خفیه احاط علما بالجلی والخفا، الله متعال چیزی که جلی و خفی هست امه از اونا را میدانه. ما یکون من نجوا ثلاثه، میگه اگر سه نفر میباشه، الا هو رابعهم، الله متعال با علم خود چهارم از اونا هسته. ولا خمسه، در یک مجلس پنج نفر نمیباشن، و الا هو سادسهم، باید عقیده داشته باشی ششمین کسی که در بین شما پنج نفر با خبر است از حالت شما الله متعال است. ولا ادنا من ذلك ولا اكثر الا هو معهم، اگر کس زیاد باشه یا کم باشه، مگر الله متعال با علم خود، با رقابت خود، با قوت سمع خود، با بصر خود به امرای تو هست. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه، باز الله متعال خبر میده برشان در روز قیامت که شما در فلان مجلس، در فلان لحظه، در فلان جای، هر جایی که شما بودین، الله میگه که من از حالت شما با خبر بودم. علامه زجاج رحمه الله میگه الرقیب هو الحافظ، الله رقیب است، محافظ است. الذي لا يغيب عما يحفظه، که هیچ چیزی از او غایب نمیمانه. از آن ما يلفظ من قول، این آیت قرآن به یاد داشته باشین که هیچ سخنی را شما نمیگین هیچ شخصی، الا لديه رقيب عتيد، مگر که در امرای از او رقیب هست، کسی هست که او را مطلع على ما اکنته الصدور، که مطلع است به آنچه که در قلبها مخفی هست. القائم على كل نفس بما كسبت، والرقيب هو سبحانه الذي حفظ المخلوقات واجراها على احسن نظام واكمل تدبير، الله متعال ذات هست که تمام آنچه که در نظام است همه اونا را در حفظ خود و در رقابت خود و تحت کنترل خود می داشته باشه. ان الله كان عليكم رقيبا، یقینا که الله متعال بالای شما مراقب هست. این صفت الله که است، و الرقیب
هو الذي لا يغفل ولا يزهل. رقیب ذات است که یک لحظه هم بی خبر نمیمانه. ولا یجوز علیه ذلک، و ای هم جائز نیست به خالق متعال که یک لحظه هم از حالت مخلوقاتش بی خبر باشه. فلا یحتاج، الله غنی است که لا یحتاج الى مذکر ولا منبه، نیازی نداره که کس بر از او به یاد بیاوره یا او را بفهمانه یا برش خبر بده، بلکه خالق متعال، خالق حافظ مهیمن رقیب است. وقتی که ما و شما خالق متعال شناختیم، این صفت رقیب الله چه تأثیری در شخصیت انسان مسلمان میکنه. اگر کسی، حالا متاسفانه بسیاری کسا هست صفت رقیب الله را نمیفهمه، اگر از پیش یک زیارت تیر میشه ساز بند میکنه، گپ زشت میزنه بند میکنه، فکایی را بند میکنه، موسیقی و ساز بند میکنه. بسیاری وقتا شما در یک موتر در موتر ششتیم، دریور امو سازش چالان است، خواندنا را میکنه. اگر برش بگی که از الله بترس، نمیترسه. اما وقتی که پیش زیارت آمد، صفت رقیب الله را به این شخص داده، باز از او بسیار زیاد میترسه، باز تایپ خودم پایان میکنه، چپام میشینه. چرا؟ باز میگه او والای جه ای بسیار، اگر دید که من در گناه هستم مرا بسیار جزا میده. وقتی انسان نامی از نامهای الله را نفهمید، شیطان میره و صفت الله را برش، مخلوق برش عظمت و بزرگی میده. از مخلوق میترسه، از خالق متعال نمیترسه. از این خاطر علما میگن اگر کسی صفت رقیب الله را واقعا درک بکنه و یقین داشته باشه به صفت الرقیب الله، باز بر از او شرم و حیا پیدا میشه. از الله حیا میکنه که گناه بکنه، از الله حیا میکنه که بدون لنگ اتا غسل بکنه، از الله حیا میکنه که برهنه استاد شده. چرا؟ صفت رقیب الله در قلب ازی عظمت خالق متعال امت قوی میسازه که باز اجرات گناه را نمیکنه. انسان وقتی که صفت رقیب الله را دانست، به حد احسان میرسه. احسان چی هست؟ ان تعبد الله كأنك تراه. اینه که الله را اطع عبادت میکنه مثل که الله را میبینه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فإن لم تكن تراه، اگر تو الله را دیده نمیتونی، فإنه یراک، الله تو را میبینه. ای از کجا پیدا میشه؟ ما میخواهیم که احسان در قلب ما پیدا شوه، وقتی که صفت الرقیب الله را درست عقیده داشته باشیم که چی است. از این خاطر علما میگن که کانت المراقبه التي هي من اعلى اعمال القلوب، بزرگترین اعمال قلب که قلب انسان در عبادت الله چی است، مشغول است، مراقبت الهی است که در قلب تو ای عبادت باشه. عبادت قلبی، ما عبادت قلبی داریم، عبادت فکری داریم، عبادت زبانی داریم، عبادت بدنی داریم، عبادت مالی داریم، اقسام عبادت هاست. یکی از عبادت های مهم قلبی چی هست؟ که در قلب انسان صفت مراقبت الهی در قلب ازی همیشه وجود داشته باشه و الله را با درک صفت الرقیب الله عبادت بکنه. و وقتی که این صفت در قلب انسان باشه، باز انسان چی میشه؟ هی تعبد لله باسمه الرقیب الشهید، فمتى علم العبد ان حركاته الظاهره والباطنه. میگه هر وقتی که یک بنده ای را فهمید که حرکت های ظاهری و باطنی من چی با اعضای بدن میکنم، چی با قلب میکنم، چی با فکر میکنم، قد احاط الله بعلمها، که الله تمام از اینا را احاطه کرده و میدانه،
واستحضر هذا العلم في كل احواله وهميشه علم در ذهنش میباشه و در قلبش میباشه اوجب له ذلك حراسه باطنه عن كل فكر وحاجس يبغضه الله. باز الله اینو حفظ میکنه در فکر خود، فکری را نمیاره که بد الله میاد، الله از او غضبناک میشه. در قلب خود چیزی را نمیگردانه که الله او را بد میبینه. در زبان خود کلمه ای را نمیگه که الله او را بد گفته است. در گوش خود چیزی را نمیشنوه که الله او را بد گفته است. چرا؟ مراقبت الهی مثل قوی داخلی قلبی در بدن از این میباشه که باز تمام اعضای بدن از این کنترل میکنه. الله رقیب است، چشم من چطور سیل کنه به طرف چیزی که من خوش ندارم که خالق مرا در او حالت ببینه؟ دست من چرا کاری نبکنه که خالق متعال او را خوش نداره؟ پس وقتی که ما دست ما بیهوده کار میکنه، چشم ما غلط استعمال میشه، گوش ما منفی استعمال میشه، زبان ما غلط استعمال میشه، علتش این است که ما صفت رقیب الله را در زندگی خود درست در قلب خود جاگزین نساختیم. از این خاطر بزرگترین علما میگن که اگر تو میخوایی که مؤمن با تقوای حقیقی باشی، نامها و صفات الله را بفهم، مطابق نامهای الله زندگی بکن. شما یک روز عملا به یادتان هر لحظه را بدین، وقتی که تنش بگید الرقیب 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 الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبه. قلب انسان در قرآن دو آیت می، یک آیت قرآن میگه که الا بذكر الله تطمئن القلوب، در آیت دیگه میگه که اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقتی که یاد الله شوه قلبای از اینا باز در لرزه میه. اونجا میگه اطمینان می، اینجا میگه در لرزه می. برای بعضی ها سوال پیدا میشه چی قسم؟ لیکن جوابش چی هست؟ نظر به حالت فرق میکنه. انسان مسلمان مؤمن وقتی قرآن تلاوت میکنه خودش الا بذکر الله تطمئن القلوب، آرامش قلبی برزی پیدا میشه. اما اگر امی انسان در حالت گناه باشه، در حالت جریمه باشه، یک دفعه در امی حالت اشتباهش یک کسی برش میگه که اتق الله، از الله بترس، نکوی کاره. اذا ذکر الله وجلت قلوبه، وقتی که باز برازی یاد الله میشه، یک کسی دیگه به یادش میته که اتق الله، بترس الله، این کاره نکو، این معصیت نکو. از این خاطر در حدیثی که او سه نفر که در غار میرفته باشن بند میمانن، باز یکیش میگه که من یک دختر کاکای داشتم بسیار زیبا بودی، بالاخره او مجبور شد آماده شد امرای من عمل زشت را انجام بده. میگه در اون لحظه که تمام امکانات ما داشتم، میگه او بر من گفت که اتق الله، از الله بترس. یک دفعه امی ترس الله در چشم من، در گوش من، در قلب من، در زبان من، در شهوت من، در کل ازی آن قدر قلب من لرزه آمد که بالاخره من از ترس الله تمام خواسته های نفسانی خود از بین بردم و هیچ سر من تأثیر نمی کرد. از این خاطر هست وقتی یک استاد بر شاگردای خود کلشان درس عقیده داده بود، روز آخری که شد بسیار شاگرد هاست که میشین و تو خرار سنت لخلق سهل کرده میره، اما قلبن درس نمی فهمه. استاد گفت باشین از امیان من یک امتحان بگیرم که آیا اینا واقعا این درس عقیده را تنها همه تو شیشتن؟ بعضی کسا با قلبش نیست، قالبش است، همه تو شورا خدا دادن میره اما فکرش دیگه جایی است. بعضی را ببینی که ده دفعه فاجعه میکشه، سرش تاثیر نمیکنه. استاد گفت که ببین بچه، من امروز شما را میبینیم کدامتان خوبه، تو لایق هستین. یک پنج دانه مرغ آورده برشان کار داد، گفت برو بچه من پنج دانه مرغ بگیرین، برین هر کسی که زود امی مرغ کشت و در جایی که هیچ کس را نبینه، باز تو واقعا شاگرد قویم هستی. این شاگرد ها سب دویده رفتن، یکی شفت امی یک زیرخانه تر آمد عاجل مرغ حلال کرد، او دیگه شفت در یک جای گوشه در یک باغ رفت مرغ حلال کرد، او دیگه جایی بود آوردن کل مرغا را این اوساز داد. آفرین آفرین، والا تو اول نمره، تو دوم نمره، تو سوم، تو چهارم، تو واش کی پنجمی بیا، کی پنجمی چی کردن، پنجمی مرغ زنده در دستش است آمد.
یه بچه ها خنده کردن گفت این استاد ندیدی ما چقدر در صنف هم خوبا ما تو لایق بودیم، مالی نده امتحان هم کامیاب شدیم. استاد از این پرسان کرد که بچیم تو جای مخفی نیافتی که میرفتی این مرغ ذبح می کردی؟ گفت استاد وقتی من صفت الرقیب الله را در درسای شما خواندم فهمیدم که در هر جایی که من برم من تنها نمی باشم، اطمان خالق متعال مرا می بینم. در زیر خانه رفتم الله مرا می بینم، در اتاق تنهایی شیشتم الله مرا می بینم، سر بام رفتم الله مرا می بینم، در باغ رفتم الله مرا می بینم. از این خاطر من هیچ جایی نرفتم تو گفتی که تره هیچ کس نبینه، من هر جایی که رفتم الله مرا می دید، من مرغ کشته نتانستم. یست مفهوم صفت الرقیب الله در چیست؟ در شخصیت انسان. بناهن وقتی صفت الرقیب الله را در نماز تطبیق میکنی ان تعبد ربک کانک تراه فان لم تکن تراه، اگر تو الله را دیده نمیتونی، فانه یراک، الله را میبینه، الله با علم خطر مراقبت میکنه، الله از ذره ذره که در قلب تو میگرده از تمام از او با خبر هست. سوم، صفت رقیب الله را اگر بفهمیم واقعا یک انسان موحد یک تا پرست واقعی میباشه. عملی، یکی زبانی هست که من موحد هستم، یکی موحد حقیقی تطبیقی کی هست که واقعا صفت رقیب الله در قلب ازی جای داشته و تأثیر ازی در اعضای بدن ازی دیده میشه. چهارمیش چی هست که ترس حقیقی با محبت و رجا حاصل میشه. وقتی که انسان صفت الرقیب الله را فهمید، اینجا باز از عدالت الهی میترسه، لکن با الله محبت میداشته باشه و به رحمت الله امیدوار میباشه. درست از ما گناهگار هستیم، ما اشتباه میکنیم، اما الله رحمان است و الرحیم است. لکن در پالیزی که الرحمن الرحیم است، عادل هم است. پس از عدالت الهی میترسه، بر رحمت الله امیدوار میباشه. بعضی اوقات شیطان وسوسه میکنه. بعضی جوانا را شما دیده باشین پیش ما میگه استاد چرا بچیم نماز نمیخونی؟ استاد ما عقیدیم خوبش است. ماشاءالله چطور عقیدت خوبش است که تو نماز نمیخونی؟ الله رحمان رحیم است، الله رحمان رحیم است. شیطان گاهی خوف بسیار بلند میبره، گاهی رجاره. شما ببینین هر کسی، کل ما شما شکر داریم، یکان تا رو بگید تو شکر داری؟ میگه نه من شکر نداریم. این نمیفهمم، کل ما شما شکر داریم، کل ما شما فشار داریم، لیکن گپ سر ازی است که ما و تو چرا مریض نیستیم؟ به خاطر ازی که شکر ما و تو و فشار ما و تو نرمال است. اینالا هر وقت که شکر بالا رفت در 300 رسید، فشار بالا رفت در 250 300 رسید، این وقت تو مریض میشی. و اگر شکرت پایین آمد و یا هم فشارت پایین آمد، باز او وقت شما مریض میشین. در غیر از او اگر شکر نداشته باشی زندگی کردن نمیتونی، فشار نداشته باشی خون تو باز به دیگه اعضای بدن تو نمیرسه. این همی قسم که شکر و فشار تا باید نرمال نگه بداری، خوف و رجا را هم باید نرمال داشته باشی. از الله بترسی لکن بر رحمت الله امیدوار باشی. بعضی کسا را فشار رجای ازیر شیطان بلند میبره در 300 درجه، باز میگه الله لک بخش است. شیطان برش میگه قناعت کردی؟ باز میگه آه قناعت کردی، کل گناه را میبخشه، خلاص لک بخش است، خلاص استی دیگه. باز میگه وقتی که لک بخش است چرا نماز بخونم؟ چرا روزه بگیرم؟ چرا زن حجاب بکنه؟ چرا دینه بخونم؟ روز قیامت که دروازه باز شد، خلاص دروازه جنت چود از برو درای دیگه، خلاص. شیطان این قسم ایره وسوسه میکنه. وقتی که قسم شد، روزی که محاسبه میه این چیز نداره. بعضی کسای دیگه از خوف از شیطان بسیار بالا میبره، درجه خوفش به 300 میرسونه. میگه که استاد من دوزخی هستم. کسی آمد پیش من گفت استاد من دوزخی هستم. ماشاءالله چرا؟ چطور فهمید که دوزخی هستی؟ گفت ما یک گناه کردیم
و ما عقیده دارم که الله مرا دی گناه نمیبخشه. ما گفتم هیچ شک نیست که تو دوزخی هستی، ان شاء الله میری در دوزخ، جگر خون نباش. منتها به اساس گناه در دوزخ نمیری، به اساس ازی که شیطان سرت غلبه کرده، تو را از رحمت الله ناامید ساخته. در روز در دوزخ میری به خاطر ازی که تو از رحمت الله چی شدی؟ ناامید شدی. پس ناامیدی از رحمت الله انسان چی میسازم؟ اینا وقت انسان میفهمه که الله رقیب است، این رقابت الهی در قلب انسان دو چیز زنده میسازه: ترس از عدالت الهی و امیدواری به رحمت الله متعال. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير. کسایی که باز الله میترسن غائبانه، غائبانه. حتی میگه که بعضی کساست شیطان مراقبت انسان از مراقبت الله که در قلب ازی بیشتر میسازه. وقتی که پالی یک عالم استاد بود، بسیار خوب نماز میخونه، خوب رکوع میکنه، خوب سجده میکنه، سنت مولوی هم سعی میکنه باش سنم سعی داره یا نداره. اما باز اگر هیچ کس نبود، باز نماز خود تیز تیز میخونه. اگر پیش روی مردم نماز تا خوبش خواندی و تنها بودی در اتاق نماز تا تیز تیز خواندی، اینجا معلوم میشه که صفت الرقیب الله را فراموش کردی. الله همیشه مردم باشه یا نباشه، الله مراقب ما هست. اگر کسی در ذهن خود الله را مراقب و محافظ خود ببیند، الله سبحانه و تعالی او را در حرکاتش از دچار شدن به معاصی حفظ میکنه. الله را اگر با صفت الرقیبش شناختی و این صفت در قلبت جای دادی، باز الله متعال امرای تو کمک میکنه، از معصیت را نگاه میکنه. شناختی الله، علامت مراقبت چی است؟ که هر چیزی که الله بر تو تعیین کرده و چیزی که الله بزرگ گفته تو را باید بزرگ بدانی، چیزی که الله کوچک گفته تو را کوچک بدانی. از این خاطر مراقبت الهی انسان به طرف امیدواری میکشانه، به طرف یقین میکشانه. عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین است، در صحرا میبره، امت خود تربیت میکنه، تربیت کرده امت خود با چی؟ با صفت مراقبت الهی. عمر نیاز نداره که در صحراها کمره های مخفی را نصب بکنه. وقتی یک انسان مسلمان بفهمه که کمره های مخفی الهی در هر اتاق نصب است و الله متعال در قرآن عظیم شان میگه که فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، اگر کسی یک مثقال از ذره نیکی را میکنه، یراه یراه هذا الشخص بعینیه فی یوم القیامه، یعنی در روز قیامت برات نشان داده میشه عمل نیکت و عمل زش. و من یعمل مثقال ذره شر یراه، علما میگن اینجا گفته یراه، یعنی این شخص برش در روز قیامت نشان داده می شود که تو فلانی وقت چرا؟ به خاطر که کمره های سیکوریتی مخلوق اگر در یک اتاق باشه ما جرأت گناه را نمی کنیم. حالا بسیاری دفتر و وزارت ها هست، سابق وزیر دفتر به دفتر می گشت، حالا نمی گردم، حالا کمره هست، قرار دمی اتاق خود شیشته می فهمه که فلانی مامور اونو چای خورد، اونو فلانی قصه کرد، اونو فلانی کار نکرد، اونو فلانی رشوت خورد. صفت رقیب الله تقاضای امیر میکنه که ما تو به کمره های سیکوریتی الهی ایمان داشته باشیم که الله 24 ساعت ما را مراقبت میکنه. عمر رضی الله عنه امت خدا امی قسم، پیروای خدا، رعیت خدا امی قسم تربیه کرده. در یک صحرا میبره، یک چوپان است، چوپان است، موهای جولیده، چوپان است، بسیار ضعیف و بسیار عاجز و بسیار فقیر، بوتاکای چرمی را که چیز ساخته و در پای خود داخل کرده، لباس بسیار کونه داره. عمر رضی الله عنه میره برش میگه که او چوپان ای رمه از کی هست؟ میگه والا رمه یک شخص از امیر من میچرانم. عمر رضی الله عنه برش میگه که یک دانه ازیر بر ما بفروش، یک دانش بر ما بفروش.
ورش میگه که نه خبرمی من نیستی است یک کس دیگه است، من تنها چوپان هستم. میگه خیر است، آل خود را نمیبینه. باز که دیگر رفتی بگویش که گرگ خورد یا چطور خورد، پیسه را میبینه سعی که برات خدا پیسه برش میدم. عمر رضی الله تعالی عنه این شخص برای عمر رضی الله تعالی میگه که اگر الله، اگر او شخص مرا نمیبینه، الله که الرقیب از کجاست او مرا میبینه. یک چوپان، یک چوپان او رشوت خور صاحب. وقتی که تو رشوتکت در زیرک میز تو پت کده مشتکت تیر میکنی، باز زیر از میمانی، از صفت الرقیب الله بی خبر است. نمیفهمی که الله تو را میبینه، مشت بسته تو را میبینه. اگر این صفت الله را میداشتی باور بکنین که حتی چی است. از این خاطر میگه چون کافرا که هستن میگه صفت رقیب الله را نمیفهمه، الله متعال میگه که اونا از حیوانات کده هم بتر هستن. از حیوانات چطور بتر هستن؟ ای خو انسان است. امیر رشوت خور از این پشک هم کده بی شرم است. پشک اگر گوشت برش پرتی پولوی چشته میخوره، اما اگر گوشت دزدی کرد برت شعورش برش میگه که تو خود جنایت کردی بگریز، گوشت دزدی کردی بگریز، جنایت کردی، گوشت گرفته فرار میکنه. اما رشوت خور وقتی که پیشروی چشمت نمیشرمه، مگه اگر تو رشوت میدارم این کلید یک ذره خم بگی از این پشک کده خورد بید بلند شو سر تخم بگی باز رشوت بخور. این حال چی است؟ الله متعال میگه که و هم لا یشعرون. در حدیث شریف صلوان رضی الله تعالی عنهم میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لاعلمن اقواما من امتی، میگه من میشناسم یک طایفی از امت خودم، یوم القیامت در روز قیامت، یعتون به حسنات که امثال الجبال بیدن، میگه این مثل کوههای سفید حسنات میگه امرایشان میایه، یجعلها الله حباء منثورا، میگه الله همه از اینا را بی ارزش قرار میده. ایچ حالا ثوبان رضی الله عنه میگه که صفهم لنا، میگه اینا را یا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما اینو توصیف کو که ما هم از این مردم نباشیم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اما انهم اخوانکم و من جلدتکم، بلی ای از جمله برادرای شماست، مثل شما واری است، و یاخذون من الليل كما تاخذون لكنهم اذا خلو بمحارم الله انتهكوها. ده پیشری مردم از گناه و گپا دوری میکنن، باز وقتی که تنها شدن و فرد شدن کسی امرایشان نبود، باز به چیزهای حرام با بسیار جرأت او را چی میکنن؟ با بسیار جرأت. یعنی شما سعی کنین در یک اتاق وقتی یک طفل 5 ساله باشه یک کار زشت نمیکنه، از این میشرمه. اما وقتی که امی طفل از اتاق رفت باز مرتکب امی گناه میشه. یعنی صفت رقیب الله در قلب ازی هیچ جای نگرفته که از الله حیا بکنه. از طفل 5 ساله حیا میکنه، از ازی حیا نمیکنه. از این خاطر برادرای محترم، انسان مسلمان همیشه صفت الرقیب الله را در زبان خود تکرار بکنه و به مفهوم از او فکر بکنه و این عقیده بکنه که الله متعال این نام از نامهای الله بلی نمی هست که تا در وجود ما حیا، شرم، ترس، خوف کل زیر ایجاد بکنند تا ما مرتکب کدام گناه نشوم. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. برادرای عزیز، خواهرای محترم، در خطبه دوم نتایج خطبه اول میگیم که انسان مسلمان وقتی که یکی از صفات الله متعال یاد گرفت چه نتایجی بر ازی در زندگیش پیدا میشه. وقت انسان مسلمان صفت الرقیب الله را دانست میفهمه که الله متعال هم خودش مراقبت از اعمال ما میکنه و هم ملائکه‌ای که اونا مراقبین هست، رقابت میکنه، انسان مراقب انسان است، ای با همراه انسان است. از این خاطر در صفت الرقیب الله بر انسان یک عقیده قوی پیدا میشه که
او مراقبت الهی را 24 ساعت در ذهن و در چشم انسان حفظ میکنه. نام الرقیب الله وقتی انسان ایره دانست، حیا را در وجود انسان زیاد میکنه. چرا؟ فرق بین مؤمن به شکل عملی، اگر شما در یک کشور خارجی میرین، در یک کشور کفری میرین، فرق بین مؤمن و کافر در چی هست؟ الحیاء من الایمان. چرا مسلمان حیا داره؟ از الله شرم میکنه. وقتی که انسان صفت الرقیب الله را یاد داشت، صفت حیا در وجود ازی پیدا میشه. بناهن کسانی که با بی‌حیایی مرتکب گناه ها میشن، از این خاطر از صفت الرقیب الله غافل هست. الله متعال با وجود از اینکه الرقیب است، صفت دیگه الله ستیر است. ستار نیست، ستیر است، ثابت ستیر است، یعنی بسیار ستر کننده. چرا گناه های کسایی که جهر میکنه، مجاهره میکنه، باز بخشیده نمیشه؟ یک کسی شب یک گناه کرد، از پیش اشتباه شد، ذات رقیب بالای ازی باخبر است، لکن الله متعال به اساس رحمت خود ایر ستر کرد. آل خود ازی صبح پیش مردم میخیزه قصه میکنه که من دیشب اینی گناه را کردم، دیشب اینی جنایت را کردم، دیشب اینی فیلم خراب را سیل کردم، دیشب مکت اون دعا تیر کردم، دیشب مکت اینی مردم های کافر تیر کردم، دیشب مرتکب ازی شدم، باز اینی نفر قابل بخشش نمی باشه. چرا؟ مجاهره برای چی میشه؟ مجاهره به گناه میشه. و عیب ازی چی هست؟ عیبش چی هست که دیگران را به گناه تشویق میکنه. شما اگر با امی یک کسی مثلا وقتی که یک پدر ریش سفید است، اون روز در یک موتر شیشتیم ریش سفید آدم تشویق میکنه جوانا را، میگه من 70 سال است که چرس میزنم، ما از چرسش خبر نداشتیم، لیکن میشد که پیش الله توبه کنه که پروردگار ما 70 سال لودگی کردیم، مرا ببخش. جوانا که سریش سهل میکنه خب یکی ریش سفید است، 70 سال چرس زدم، خیمه خو باید یک دو هفته خو بزنم. پس این تشویق است، ترغیب است به گناه و به معصیت. هر گناهی را که انسان بر دیگران قصه میکنه، در حقیقت اونا را تشویق به این گناه میکنه. در حالی که انسان مسلمان باید از خود نگویه، حال احوال صالحین برای جوانا بر از اینا قصه بکنه. فلان شخص صالح بود، فلان صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، فلان شخص خاطر رقابت الهی اینی قدر ترس داشت از الله، این قدر خود حفظ میکرد. در سوریه یک سنفی من قصه کرد، گفت یک بچه جوان دیندار بود، گفت یک زن وقتی که را دید، این زن بسیار پیسه‌دار بود، گفت ای بر از این را پیدا کرد، برش گفت که چی میفروشی؟ گفت صاحب دمی کراچی کدام چیز میفروخت. گفت خیلی سودا از پیشت نخرم، میره تا خانه ام برسان. این کت خود خانه خود برد، وقتی که میگه در خانه خود برد، در داخل خانه خود، یعنی شما سعی کنین مثل یوسف علیه السلام برای جوانای با دیانت دمی عصر هم یافت میشه. میگه وقتی در داخل خانه خود برد، دروازه اولی را قائم کرد، برش گفت که برو نه در آشپزخانه، اینجا آشپزخانه، وقتی بود دروازه دیگر هم سلازی بسته کرد. آل برش گفت که من تو را جزا میتم، تو باید که تنها زنا بکنی. میگه این جوان برش گفت که درست است، خیلی تو مرا یک دقیقه اجازه بده، تشناب ندارن. میگه او همی تشنابای نوکی نبود، تشنابای همون سابقه و قدیمی که بود. میگه در پشت سر از همون تقیق گندگی بود. میگه این بچه بیچاره دیگر را پیدا نکرد، بالاخره از کلکین خود در بین مرداریا انداخت. یک وقت آمد برآمد بیرون که در گندگی ها کلی خنده سرش میکنه که او بچه تر کور بودی، بلا زده بودت، خود دیگه گندگی ها انداختی، سوش کلش بوی میداد. میگه رفت زیر یک نل شیش تما تا خودش ششت. پس آن که میگه ما پرسانش کنیم که تو چرا قبی عقل هستی؟ ولی چی رو نمیگه برای ما گفت که من از ترس الله گندگی رو قبول کردم، چتلی رو قبول کردم، مرداری رو قبول کردم، دمیج خود انداختم، لکن مرتکب یک گناه نشدم. ای هست ترس یک انسان. میگه امون لحظه ای که به طرف من گپ میزد، برای من میگفت که بیا گناه بکنیم، امون لحظه میگه همین قلب من صدا میکرد. سعی کنین الله متعال سوگند یاد میکره که لا اقسم به نفس لوامه. الله میگه قسم یاد میکنم به چی؟ به نفسی که او تر ملامت میکنه. انسانی که صفت الرقیب الله را در قلب خود جای بده، سر نفس خود
او را حاکم بسازه، باز نفسش برش میگه چرا این گناه را میکنی؟ میگه همون قیب ذات رقیب است، از حالت از او با خبر است. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اگر تو مؤمن واقعی باشی الله از تو دفاع میکنه، الله تو را حفظ میکنه، الله تو را در با امو هر ضرری که به خاطر الله میبینی. عطا رسول الله صلی الله علیه و آله شوکتون، اگر یک خار در پای یک مسلمان میخله در راه الله ای بی اجر نیست، الله برش اجر میده. از خاطر انسان مسلمان میفهمه که الله با خبر است از حالت من. صفت الرقیب الله دیگه چیز برای تو پیدا میکنه که تو هیچ وقت زبان شکایت برای مخلوق باز نمیکنی. الله با خبر است، الله عالم الغیب است، الله الرقیب است، الله از حالت ما با خبر است. از این خاطر هیچ وقت زبان شکایت نمی داشته باشی. پس وقتی که میگی اگر اینی مشکل بر ما آمده، الله با خبر است. وقتی که الله الرقیب است، از حالت ما با خبر است، اطمان این مصیبت به خیر ما هست که بر ما این مصیبت رسیده. بعض اوقات ما و شما فکر میکنیم والا ما مصیبت ندیدیم، بسیار خوشبخت هستم. بلکه بعضی اوقات برای یک انسان وقت مصیبت میرسه، این هم از رحمت الهی است. چرا بسیاری وقتا بنده های خدا با مصیبت ها امتحان میکنن و توسط صبر در مصیبت ها برای اجر پاداش نصیب میکنن. صفت الرقیب الهی انسان به عقیده توحید نبوی میرسانه و انسان مثل شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم با بسیار عزت و کرامت چی میکنه؟ زندگی میکنه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار.